سلام به عزیزانم خدا رو شکر میکنم برای یه فرصت دیگه یک روز دیگه که با عزیزان دل خواهر خواهران عزیزم در یک کلیسای حقیقی به صورت مجازی دوباره جمع شدن در نام مسیح خداوند رو داریم تجربه میکنیم همینطور که همتون واقفی این خبرهای بی‌مهابایی همینطور داره از چهار گوشه جهان به گوشهای ما میرسه و این خبرها چقدر میتونه تلاطم و ناآرامی تولید کنه اما انجیل پادشاهی خداوند ما همیشه و همیشه حاوی یک خبر شاد و همیشگی برای بچه هاشه برای محبوبانشه که خدا کنترل امور رو در دست داره دل همگی ما مستحکم باشه و آرامی بیابیم شیطان و نیروهای اخلالگرش هر چقدر که دارن در دنیا آشفتگی گناه درد و رنج به وجود میارن اما نمیتونن هیچ مانعی در برابر قصد و اراده خدا به وجود بیارن این روزهای این آیه که میخوام بخونم چقدر میتونه باعث دلگرمی و قوت ما به عنوان بدن مسیح بشه در افسوسیان باب یک آیه 11 میگه زیرا بنابر قصد او که همه چیز را مطابق رأی اراده خود انجام می دهد. داشتم فکر میکردم خدا چقدر دلش میخواد ما از قدرت به قیاس او قدرت نامحدود و بسیار عظیم او آگاه باشیم اون قدرتی که همه چیزها را در نهایت موافق رأی اراده خودش میکنه عزیزا میخوام توجه کنید همه چیزها رو نه بعضی چیزها همه چیزها رو چه بخوای چه نخوای موافق رأی اراده خودش میکنه تا چی بشه تا در آخر جلال او ستوده بشه همینطور این خبرهای بعد این اتفاقاتی که داره میافته از طریق کلام خدا بگم که داره به ما یادآوری میکنه که خدا داره جهان نیکوی خودشو میلرزونه اصلا در ابرانیان باب دوازده آیه 26 چقدر زیبا به این اشاره میکنه خدا یک بار دیگه نه تنها زمین رو بلکه آسمان رو نیز میلرزونه تا آنچه که به لرزه در میاد آنچه که پایو اساس درستی نداره برداشته بشه یعنی آنچه که از راستیه آنچه که بر بنیاد راستیه باقی بمونه و یادمون نره که تنها و تنها پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح و کلیسای حقیقی اوست که بر پایه و اساس درستی قرار داره و جنبش ناپذیره در این زمانهای خاص آمادگی به خصوص برای روزهای مقدسی که در پیش داریم که در نهایت به مرگ و قیام خداوند ما منتهی میشه خداوند دوباره یحیاهایی رو مثل ندادهندهی در بیابانهای دلهای ما بلند میکنه تا راه خداوند رو مهیا کنیم تا طریقهای او رو راست کنیم باشه که این پیغام امروز صدای ندادهندهی باشه که هر وادی در دلهای ما پر باشه بشه هر کوهی پس بشه هر ناراسی راست و هموار بشه تا نه تنها به یاری خدا هرگز جنبش نخوریم بلکه حقیقتا در قول و فعل شاهدانی استوار و با استقامت برای خداوندمون عیسی مسیح بشیم ما خادمین خداوند برای اینکه کلیسا رو که بدن مسیحه در تقدس و آمادگی خاص برای نزدیک شدن به این روزهای سرنوشت ساز مرگ و قیام مسیح و بازگشت او آماده کنیم هر سال سلوهه کلیسای محلی ما این آیات یکی ای. آیه ای هست که در یوئیل دو باب دو آیه 15 میگه در کردن کرنا بنوازید و روزه را تعیین کنید محفل مقدس را ندا کنید قوم را جمع کنید و جماعت را تقدیس کنید و یه آیه کلیدی دیگه در یوشع باب سه آیه پنجه که میگه خود را تقدیس کنید زیرا خداوند میخواد در میان شما کارهای عظیم بکنه و امسالم چقدر بیشتر که ما بدن مسیح باید به تنین ندای دعوت خدا برای دعا و روزه متحد با جان و دل لبک بگیم وقتی ما هر سال موزی میکنیم و به یاری روح القدس کلیسا رو میخوایم بر این زمان ها آماده کنیم معمولا به گناه های اشاره میکنیم که میتونه کلیسای خداوند رو تضعیف کنه دوچار کمخونی روحانی کنه مثل حسادت زنا تلخی کینه غرور نبخشیدن ولی امسال به طور خاص این آیه از مزمور 51 آیه 6 خیلی در ذهنم جون گرفت که میگه اینک به راستی در قلب راقب هستی عزیزانم امروز میخوام به متضاد این آیه بپردازم که گناه ریا و تظاهره چیزی که خداوند راستی ما عیسی مسیح همیشه با اون مشکل داشت و هرگز نمیتونست با اون سازش کنه نمیتونست تخفیفی قائل بشه او با زناکاران قاتلان باجگیران فاحشه ها با نرمی و عطوفت برخورد میکرد ولی با افراد متظاهر و ریاکار با لغت و واژه وای بر شما ای ریاکاران هشدارهای جدی میداد وای بر شما زیرا که مانند قبرهای پنهان شده هستین که مردم بر اونا راه میرن و نمیدونن روی چی دارن زندگی خودشونو بنا میکنن چرا عزیزان چرا عیسی مسیح خداوند انقدر با این گناه درد میکشید و مقابله میکرد چون این گناه خیلی مخویه و اثرات محلک و مخربی رو داره و سمرات خیلی مخربی داره که اعتمادی بین ما به وجود میاره بین من و خدا بین ما و دیگران اختلاف و جدایی در بدن به وجود میاره در یونانی کلماتی که برای ریاکاری استفاده میشه خیلی خوبه که بدونیم نمایشگره کسی که نمایش بازی میکنه هنرپیشه یک نمایش هنرپیشه‌ای که در اون زمان یونان و با ستان با, های متفاوت بازی میکرد ماسک روی صورتش میذاشت و نقش های متفاوتی رو با ماسک های متفاوت بازی میکرد ولی یک نفر بود برای اینکه اینو این چیزی که اشاره کردم بهتر بفهمین به یه داستان براتون بگم چون مغز ما یه جوری خلق شده که به وسیله داستان ها بهتر کلام میفهمیم چون تصویر سازی میکنیم این داستان ها در ذهن ما تصویر به وجود میارن میگن روزی یه مردی سخت دنبال کار میگشت پس از جستجوی زیاد که نیاز شدیدی هم به پول داشته مسائل مالی, مالی داشته چشمش به تبلیغی میافته که روی این تبلیغ نوشته شده بوده ما احتیاج به یک میمون داریم از اونجایی که این مرد برای امرار معاشش خیلی درمانده و کلافه شده بوده میره درخواست استخدام میکنه به مسئولین قول میده شما بذارید من کار کنم فقط قول میدم که نقش یک میمون رو بتونم خوب بازی کنم هیچکس قول میدم که نفهمه که من یک انسانم فقط من نیاز دارم یک پوشش برای ظاهرم داشته باشم و مقداریم تمرین کنم خیلی اصرار میکنه مسئولین بالاخره راضی میشن او در نهایت وارد قفس میمون ها میشه و سعی میکنه اون چیزایی که یاد گرفته از میمون ها تقلید کنه تمام سعیش رو میکنه که نقش میمون رو به بهترین نحو بازی کنه یه روز در حالی که عده زیادی پشت میله های قفس داشتن تماشا میکردن این میمون رو و انگار جوگیر شده بود این میمون ظاهری ما میگه خب الان یه پرش میمون انجام بدم چون یاد گرفته بود و آویزون یک تناب میشه که از یک طرف قفس به طرف دیگه بپره و پرش های میمون رو انجام بده در حالی که داشته با تناب در هوا پرواز میکرد از یه طرف قفس به یه طرف دیگه ناگهان تنا پاره میشه و به قفس پهلوی که قفس شیران بوده پرت میشه مرد بیچاره در حالی که خودش رو در قفس شیران میبینه فریاد میزنه کمک کمک باور کنی من میمون نیستم فقط دارم ادای میمونا رو در میارم تو رو به خدا کمکم کنی در همین حال یکی از شیران به اون نزدیک میشه میگه دهنتو تو ببن ببین صدا تو پایین بیا ساکت شو هیچ کدوم از ماها که در قفس هستیم شیر نیستیم ما فقط لباس شیر رو پوشیدیم و داریم ادای شیرها رو در میاریم عزیزان شاید بخندین ولی این داستان خدایی نکرده بعضی از ماهاست که داریم نقش بازی میکنیم و بعضی مقام با بهترین نحوی رو انجام میدیم به طوری که ساده لوهان اصلا متوجه نمیشن کسایی که ریشه در مسیح ندارن چقدر راحت بازیچه دست این هنرپیشه ها میشن ولی وقتی که به ماهیت یک انسان نگاه میکنیم در از روان یک انسان نگاه میکنیم همه انسان ها میبینیم طوری خلق شده روان انسان به خصوص که گرسنه تشنه حقیقته هیچ شخصی دوست نداره که مردم به اون دروغ بگن وعده های سر خرمن بدن اونو فریب بدن مردم دوست ندارن که افراد کسایی رو داشته باشن که با زبون و خنده ظاهری قربون صدقه میره به قول امثال میگه در زبانش اصل شیرینه ولی در دلش زهر تلخی ما به عنوان انسانها حتی وسایلی اشیایی که خالص و ناب بیشتر دوست داریم اگه پول داشته باشیم دوست داریم وسایل خالص بخریم اشت بخریم روان ما حتی با راستی شفا پیدا میکنه ما در ذات خودمون دنبال دوستای حقیقی هستیم دنبال رابطه راستین هستیم از یک رنگ خوشمون میاد محبت های خالص یک سرخوشی روحانی به ما میده ما همکاران بی و صادق و دوست داریم من خودم خیلی دوست دارم وقت بیشتر برای که همه خادمین اینجوری وقتی وقت انرژیشون رو برای کسایی بذارن که دلشون و زبانشون در یک مسیر حرکت میکنه به طور خلاصه ما دنبال رابطه های خالص هستیم بی انسانها انسان ها و دوستی های بیقل و قش. چقدر خودمون شنیدیم دوستی دارم شوهری دارم زنی دارم چقدر بی قلقشی یعنی اصلا پیچیده نیست این کلمه بی قش اتفاقا خود پولس در فیلیپیان باب یک آیه ده میگه چیزهای بهتر رو برگزینید و در روز خداوند بی قش و بی لغزش باشید بی قلقش باشید داره این واژه رو به کار میبره برای نشان دادن چیزی که ذاتا در ماهیت خودش نابه و خالصه و در کنار بی قش بی لغزش هم اومده در روز مسیح بی قش و بی لغزش باشید در یونان آن زمان دوباره خیلی این واژه از رواج داشت اشاره به کوزه بدون موم بود و این واژه‌ای بود که در صنعت کوزه‌گری خیلی به اون اشاره می‌شد سفالگر بعد از اینکه کارای اولیه کوزه رو میکرد کوزه رو در کوره میذاشت بعد با دقت مورد بررسی قرار میداد اگه ترکی میدید خیلی ناراحت میشد دوباره بعد اون کوزه رو میشکست دوباره کار رو از اول شروع میکرد یه کار خیلی طاقت فرسایی بود کوزه گری خیلی پرهزینه بود چرا که کوزه ای دارای بها و ارزش زیادی بود که هیچ ترکی نداشته باشه اما کوزدگرانی هم بودن که متقلب بودن برای اینکه جلوگیری کنه از ضرر مالیشون هدر ندن وقت و انرژیشون و قدری مون بر می داشتن با مهارت و ظرافت خاصی اون کوزه رو اون ترک اون کوزه رو می و به با عنوان یک کوزه درجه یک و ناب به مردم می فروختن. در حالی که این کوزه مومدار بود و همه ارزش خودش رو از دست داده بود حالا پولس داره از همین لغت استفاده میکنه دعا میکنم تا آمدن مسیح خودتون رو بدون موم و ترک نگه دارین حفظ کنین یعنی در همه چیز مثل کوزه ناب خالص بدون موم و ترک باشیم بی قلقش و بی لغزش باشیم اما نکته ای که قابل توجهه در این کار کوزگری عزیزان کوزه ای که دارای موم بود وقتی فقط در برابر نور و آفتاب قرار میگرفت مومش مشخص میشد هیچ کس با چشم عادی نمیتونست اون رو تشخیص بده زندگی ما هم همینطوره در حالی که در مقابل نور مسیح قرار بگیره کلام نوربخش مسیح قرار بگیره گناهان این چیز این چنینی رو میتونیم تشخیص بدیم وقتی در نور مسیح قرار نمیگه حتی خود شخص نمیتونه بفهمه سالها در تاریکی و وهم زندگی میکنه در ریاکاری زندگی میکنه در تظاهر ولی اصلا خودش هم نمیفهمه عزیزان زندگی ما هم دقیقا مثل اون کوزه هاست تا در مقابل نور کلام قرار نگیره خودمون رو قرار ندیم خودمون نمی بینیم نمی دونیم درون ما چه خبره اما وقتی نور کلام اجازه بدیم بر ما بتابه خیلی ترک ها و موم ها نشون داده میشه وقتی از فیلتر نور خدا گذر کنه ناخالصی های ما دیده میشه و این زمان هاست که ما باید خودمون رو در زیر نور خدا قرار بدیم حقیقتا خود من بارها وقتی با پاستور صحبت میکنم میگم رنج آورترین چیز برای من اینه که نه خیانت دیگران نه بدی دیگران وقتی این پلیدی خودم خودم میبینم زیر نور کلام هیچ چیز رنج آورتر از این نیست که ترک ها و پلیدی های خودم ببینم ولی هیچ چیزی هم شفا بخشتر از این نیست عزیزان فریاد این روزهای من اینه که خدا بر من رحم کن تا در نور تو خودم ببینم چون عزیزان این رو یه رحمته یک فیضه که خدا به ما نشون بده خدا به همه نشون نمیده مخصوصا اونایی که بارها در مقابل راستی مقاومت کردن داوود دوباره در مزمور 25 آیه 21 میگه کمال و راستی تو ای خدا من رو حفظ کنه کمال و راستی تو من رو از این ترک ها و موم ها حفظ کنه از این کمال ما رو به شناخت خدا میرسونه و راستی ما رو به شناخت خودمون میرسونه و همین داوود خودشو و قلبشو دائما زیر نور خدا میگرفت و مرد موافق دل خدا بود ای خدا دل من رو تفتیش کن دل من رو به بشناس منو بیازم فکرهای من رو بدون چیزای مخفی من رو ببین ببین آیا در من ترک و موم ها وجود داره آیا در من تظاهر و پنهانکاری وجود داره بیا منو به طریق های جاودانی هدایت کن کمال و راستی تو من رو از این ترک و موم ها حفظ کنه خفایای مخفی منو آشکار کن یعنی همون ترک و موم ها که فقط و فقط زیر نور کلام خدا قابل مشاهده است اول یوحنا باب یک آیه پنج میگه خدا نوره و هیچ تاریکی در اون نیست اگه بگیم که با اون رفاقت داریم ولی در تاریکی نشستیم و قدم میزنیم دروغگو هستیم و به راستی عمل نکردیم و حقیقت نور کلام اینه که همه چیز رو آشکار میکنه و نور کلام خدا برای اولین قدم هایی که در این روزها بر می داریم مهمترین اینه که این قسمت ها رو بر ما نشون بده خدا نور عزیزان و همه چیز در نظر او برهنه و منکشف خواهد بود وقتی خودمون میاریم زیر نور او اگه زندگیمون رو زیر نور خدا قرار ندیم میتونم بگم یه فریب خورده هستیم که در ناراستی داریم زندگی میکنیم نور خدا میتابه گاهی از طریق کلام گاهی از طریق مسئولین و روحانی ولی اگه جلوش بیستیم اینم بعد بریم بخونیم، نمیخوام طولانی بشه افسوسیان باب چهار آیه هیجده تعدیب خدا رو خار میشمرن خیلیا نوری که بر اونا تابیده فیض خداست از طریق تعدیب سخت عقب میزنن باور نمیکنن <laughs> این افراد میگه سخت دل هستن چون نور کلام رو پس میزنن برای همین تو اون وضعیت تاریکی میمونن ب... می دوباره همون اول یوحنا آیه 17 میگه اگه در نور سلوک کنیم چنان که اون نور هست با یکدیگر شراکت داریم و خون پسر خدا وقتی اعتراف و توبه میکنیم ما رو از هر ناراستی پاک میکنه اما وقتی میگیم گناه نداریم خودمون رو گمراه میکنیم و در ما راستی نیست وقتی کلام خدا رو میخونیم این ماجرای زن سامری که هممون میشناسیم خود من بارها دهها ها موعظه ازش شنیدم دهها بار موعظه کردم ولی یه نقطه مرکزی خیلی زیبا داره که با ارزشترینه عزیزان که چقدر عالیه در این روزها بخونیم که مسیح لازم دونست که به سامره بره تا نور خودشو و تاریکی این زن سامری به تابونه چندین بار فکر کنه چهار یا پنج باره در این یوحنا باب چهار از راست راستی نیکویی حقیقت داره صحبت میکنه چرا؟ تا زن رو از دروغ و ناراستی و ریا و تظاهر و تاریکی نجات بده و مسیح میگه خدا طالب پرستندگان حقیقیه یعنی کسایی که بدون موم و ترک نه پر بپرهی کنیم جلوش و که با قلبی راست بدون ریا او رو بپرستیم در آخر میبینیم که این نورفکن این خداوند راستی چطور به این زن میتابه و این زن کوزه خودشو کناری میزنه به شهر میره میگه بیایم ببینین مردی که خدای راستی هر آنچی که کردم به من نشون داد و مردم در پی شهادت اون زن میدوند در پی اون روان میشن اگه نور مسیح بر تمام گوشه های زندگی ما شروع به تابش کنه کجی ها صاف میشه ناراستی ها راست میشه ناهمواری ها هموار میشه و خدای راستی جلال میابه در زندگی ما و زنان سامری ظروف اکرام در دست استاد کوزگر ما میشن عزیزان همه ما تو این قسمت نیاز داریم بذاریم این روزها که کلیسا داره فرا خوانده میشه برای تقدیس شدن در روزه و دعا از همینجا شروع کنیم اجازه بدیم نور مسیح بر این موم ها و ترک ها بتابه تا زندگی بی بدون پیچیدگی داشته باشیم بعضی دیدی واقعا آدم نمیدونه چجوری باشون حرف بزنه چطور اونا رو به راه و راستی بیاره انقدر پیچیدن انقدر که خواهر برادر عزیز من که داریم پیام میشنوی وقتی فیلم بازی میکنیم چه صحفن چه عمدن وقتی نقش بازی میکنیم اول از همه خودمون خیلی رنج میکشیم بعد یادت باشه یک روز دوام بیاری چند ماه چند سال ولی نتایج اون در نهایت در زندگی تک تک ما مشخص میشه اثرات مخرب و جبران ناپذیری در زندگی ما به جا میاره در نهایت میوه و ثمرات اون دیده میشه در زندگی های ما زن سامری پر از موم و ترک و پنهانکاری و انزوا و ترد شدگی و گناه بود عزیزان ولی به این راستی به این نور واکنش درست نشون داد و واکنش امروز تو به کلامی که ایمان دارم پر از نوره میتونه سرنوشت فردای تو رو بسازه کارهای عجیبی که خدا در فردای تو میخواد بکنه سلامتی و شفای روح و روان تو در گروه تقدیسهای امروز تک تک ماست باشی که در این روزها مثل داوود در حضور خدا در زیر نور خداوند ما مسیح بگیم دل ما رو بشناس فکرهای ما رو ببین این موم و ترک ما رو ببین تا خودمون بچشیم ببینیم این که خدایی که در رحمانیت دولتمنده وقتی اعتراف میکنی وقتی این دیوهای پنهانکاری رو زیر نور میاری چطور محو میشه چطور نابود میشه چطور گناههای ما در اشعیا باب یک میگه که مثل عرقان قرمزه به سفیدی برف تبدیل میشه چطور این گناههایی که مثل کنه به ما چسبیده عادت کردیم گناههای عزیزتر از جان که شده هویت معلول ما خدا میتونه به وسیله نور کلامش و توبه و اعتراف ما به اعماق دریا بندازه و دوباره رابطه های ما رو با خودش و با دیگران احیا کنه در نور و راستی عزیزان باشه که در این روزها کمال و راستی خدا در این روزها ما رو حفظ کنه تا در آمدن عیسی مسیح خداوند ما بی قل و قش باشیم بی لغزش باشیم تا اینکه در نهایت نام عزیز و شریف و مجید او در زندگی تک تک ما در رابطه های ما در کلیسای ما مقدس و مورد اکرام باشه خدا شما رو برکت بده عزیزانم